سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای علی خانجانی، نویسنده کودک، قصه پژوه و مدرس قصه گویی، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. ممنونم، تشکر میکنم از محبت شما و آرزوی توفیق دارم براتون. ارادتمندم. قصه پژوه یعنی چی؟ سوال خوبی است. ببینید، قصه زمانی فقط کارکرد آموزشی داشت، یعنی در گذشته های دور که افراد با سواد کمتر بودن نسبت به افراد بی سواد، قصه بهانه‌ای بود برای اینکه داستان‌هایی رو که بلدند بیان و برای دیگران بخونن و اونها رو از وجود قصه های خوب آگاه بکنن. در روزگار امروز قصه یک محمل خوبیه برای اینکه مردم شناسی صورت بگیره. قصه های ما سرشار از آرزوها، خواسته های پیشینیانمون هست، فرهنگ رفتاری مردم ما در قصه هامون پیداست و از این جهت مبحثی تحت عنوان قصه پژوهی چند سالی است که در دنیا شروع شده و قصه پژوهان با شناسایی قصه های هر دیار در واقع نگاهی دارن به فرهنگ و در واقع جامعه شناسی، روانشناسی، دستور و لمر پخت غذا، پوشاک، لباس، کلن زندگیه در زندگی. واقع یعنی در قصه ها میشه مردم یک دیار رو خیلی بهتر شه. یه قصه گو باید چه مشخصهایی داشته باشه؟ چه جوری قصه گفتن، خوب قصه گفتن مگه میشه یاد داد؟ قطعاً قصه گویی یک در واقع هنر آموختنی است، یعنی ترکیبی است از هنر و فن. جنبه مهارت‌هاشو قطعاً توی کارگاه‌های آموزشی هر کسی که شرکت بکنه میتونه یاد بگیره. جنبه هنریش هم دیگه به اون توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی قصه‌گو ربط پیدا می‌کنه. اما در ارتباط با سوالتون باید اینو خدمتتون بگم که یک قصه‌گوی هنرمند، یک قصه‌گوی توانا باید اولاً شناخت خوبی از قصه داشته باشه، بدونه که چه قصه‌ای برای نقل کردن مناسبه. قصه‌های زیادی هستن، خیلی‌هاشون رو شما می‌خونید، مطالعه می‌کنید، خیلی‌هاشون رو در قالب‌های نمی‌دونم فیلم و برنامه‌های دیگر می‌تونید شاهد باشید. اما در قصه‌گویی شما باید قصه‌ای رو انتخاب بکنید که اولاً مناسب نقل باشه. نقل ریشه‌اش مشخصه، قابلیت جابجایی داشته باشه، مختص یک زمان و مکان خاص نباشه. متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی قابلیت جابجایی داشته باشه معنیش چیه؟ ببینید، عرض کردم نقل از در واقع انتقال و نقل و اینا هم ریشه هستن. بله. در جابجایی، یعنی یک قصه چرا مخاطبش رو جذب میکنه؟ چون هر کسی میتونه باش همزاد پنداری بکنه، تک صدا نباشه، آدم های مختلفی باشن و کسی که داره قصه رو میگه خودش جای این شخصیت بذاره، جای اون شخصیت. این منظورتون؟ قطعاً یک قصه مناسب نقل قصه ای هستش که در هر کجا و برای هر مخاطبی میشه این رو نقلش کرد، میشه این رو بیانش کرد تا افراد بتونن باهاش همزاد پنداری بکنن با شخصیت های قصه. یک قصه مناسب نقل بایستی از زبان تصویری قوی برخوردار باشه، بایستی امکان این رو در واقع به قصه گو بده تا قصه گو بتونه توانایی ها و قابلیت های خودش رو در قصه جاری بکنه. این همه به شناخت از قصه برمیگرده، یعنی قصه گوی توانا بایستی اول قصه مناسب خودش رو بشناسه، بعد از اون به توانایی ها و قابلیت های وجودی خودش اشراف داشته باشه. یک قصه گو از نگاه نافذه خیلی خوبی برخورداره.
یک قصه گو ممکنه از حافظه خیلی خوبی برخوردار باشه، یک قصه گو ممکنه از صدای خیلی خوبی برخوردار باشه، یک قصه گو ممکنه در نواختن یک ساز مهارت بالایی داشته باشه، یک قصه گو ممکنه از انعطاف بدنی خیلی خوبی برخوردار باشه. قصه گو وقتی قصه شو انتخاب میکنه میبینه خب در چه بخشایی میتونه از اون توانایی‌ها و قابلیت‌های وجودی خودش استفاده بکنه. و در کنار اینها مخاطب شناس خیلی قوی باید باشه. باید بدونه این قصه رو برای کیا میخواد بگه، در کجا میخواد بگه، با چه شرایطی میخواد بگه. یک قصه گو بایستی طراحی بکنه اجرای خودش رو. خب هر قصه یک شروعی داره، یک پایانی داره. ولی وقتی قصه رو من انتخاب کردم، میخوام این قصه رو بیان بکنم، باید ببینم از کجا اگر شروع بکنم بهتره، چجوری به اوج برسونم، در کجاها با مخاطبم تعامل برقرار بکنم. چقدر مادر بزرگا و پدر بزرگای ما بلد بودن این کارو که ما رو محو قصه هاشون میکردن. ببینید در قصه گویی مادر بزرگ ها و در واقع پدر بزرگ ها و نوه ها چند عامل اساسی دیده میشه. من خواهش میکنم این عوامل در بخش بعدی برامون توضیح بدین. الان برای اینکه یه نفسی بکشیم و شما آماده بشین برای قصه گویی، بفهمین که یه چای یا دمنوش میل میفرمایین کدومشو؟ چای رو من ترجیح میدم. منم چای رو ترجیح میدم الان. با اجازتون برم بیارم. آقای خانجانی داشتین میفرمودین که پدر بزرگا و مادر بزرگا چه خصوصیاتی داشتن که قصه گوهای خوبی بودن؟ ببینید به چند عامل بایستی توی این ارتباط توجه داشت. یکی بحث ریش سفیدی و گیش سفیدی توی قصه گویی. همیشه اونهایی که به اصطلاح چند پیرند بیشتر پاره کرده بودن برای جوانترها قصه گفتن، از تجربیاتشون گفتن، باورپذیری قصه که یک فاکتور بسیار مهم هست در موفقیت یک اجرا، در بین نواها و پدر بزرگها و مادر بزرگها خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. بعد محبتی که این دو نسل به هم دارن، یعنی پدر بزرگها و مادر بزرگها نواها رو خیلی دوست دارن، نواها هم پدر بزرگها و مادر بزرگها رو خیلی دوست دارن، در این ارتباط هر چیزی دوست داشتنی میشه. قصه هم که ذاتاً دوست داشتنیه، قصه ذاتاً شیرینه. وقتی یک مادر بزرگ میگه در روزگاران گذشته، نوه خیلی راحت تر باور میکنه، چون اتصال مادر بزرگ و پدر بزرگ رو به گذشته میشناسه، قبول داره و طبیعتاً خودش رو خیلی راحت تر در قصه میتونه جاری بکنه و همزاد پنداری هایی که هدف اصلیست در قصه گویی صورت بگیره. میخوام خواهش کنم که کتابایی که آوردین رو من معرفی بکنم و درباره‌اش حرف بزنیم. تمنون. اجازه از همه رو وردارم و یکی یکی نشون بدم و بعد توضیح بدین. هنر قصه گویی علی خانجانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کتاب رو چاپ کرده. توضیح میدین جناب خانجانی درباره این کتاب؟ این کتاب یکی از کتاب‌های کاربردی در زمینه قصه گویی است که خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از طرف مربیان از این کتاب شده. و من بدون تعارف باید بگم که هر آنچه که در این کتاب آوردم چیزهایی است که از خود مربیان آموختم. بنده از سال 1375 که جشنواره‌های کانون در واقع شکل گرفت تا به الان از هر اجرایی سعی می‌کنم چیزی بیاموزم. مطمئنم که در هر اجرا نکته‌هایی برای آموختن هست. این نکته‌ها رو من جمع‌آوری کردم، با نگاه کارشناسانه خودم تحلیل کردم، شاهد موفقیت‌ها و ناکامی‌های قصه‌گویان در جشنواره‌ها بودم، عوامل رو بررسی کردم که چرا این قصه‌گو موفق بود، چرا این نبود،
آیا به انتخاب قصه بستگی داشت، موفقیت یا ناموفق بودنش؟ آیا اجرای مناسبی نبود؟ یا اگر موفق بود اجرا رو هنرمندانه؟ من میشه یه سوال بکنم که حالا یه ذره روزمرگی هم وارد بحثمون بکنیم. چرا توی یه مهمونی یه کسی یه لطیفه رو میگه ما میمیریم از خنده، همون لطیفه رو یه جای دیگه از دهنه یکی دیگه میشنه میبینیم هیچ کی نخندید؟ قصه گویی یکی دیگه از کارکرداش در واقع تقویت ارتباط کلامیه و فن بیان رو میآموزه. اون کسی که میتونه در یک محفل دیگران رو به خودش متوجه بکنه و مجذوبشون بکنه، از فن بیان قوی برخورداره، از نگاه نافذی برخورداره، میدونه که باید کجا شروع بکنه، کجا بخنده یا اگر لازم نیست نخنده. گاهی وقتا خندیدن خود گوینده باعث خنده ما میشه، گاهی وقتا مکسش و اون تأکیدی که بر بخش خاصی از لطیفه‌اش داره. پس اونا قصه‌گوهای خوبی هن، لطیفه‌گوهای خوب احتمالا قصه‌گوهای خوبی هن، مخاطب رو میشناسن، نحوه اجرا رو بلدن، اینکه کجا سکون یا سکوت بذارن، کجا ریتم رو تند کنن، کجا کندش کنن، صدا رو ببرن بالا بیارن پایین، احتمالا همین چیزا هست. حتما همینطوره. اصلا در واقع اصلی ترین ابزار قصه‌گو لحن و بیانه. بله. لحن و بیان تصویر سازی میکنه. ما چرا قصه رو دوست داریم؟ چرا بچه ها به قصه گوید؟ چون گوینده با لحن و بیان خودش تصویر سازی میکنه. مثل یک قالیچه میمونه که شما با تار و پود لحن و کلام بچه رو روی این قالیچه بنشینی و به ناکجا آباد ببریش، ببریش به دور دستا، ببریش به نقالا دیگه که توی نقل قهوه خانه وقتی میخواستن شاهنامه رو دست میزد و قشنگ حالت رزم به خودشون میگرفتن، اینا که در واقع مفهومو به بهترین شکلی حالا وارد بیانشون و بدنشون بکنن و منتقل. و اینا همه آموزش دیدن، یعنی نقالان در واقع وقتی که آموزش های نقالی میبینن به یک مرحله که میرسن به اصطلاح تومار بهشون میدن، یعنی مرشد تومار میده و میگه تو الان به مرحله رسیدی که میتونی قصه گویی بکنی، میتونی نقالی بکنی، چون شیوه ای از قصه گویی است نقالی ها. بله بله. در کتاب های قدیم مثلا در طراز الاخبار مثلا فنون قصه گویی به نقالان کاملا مشهوده و آمده که اینجا نقال بایستی چیکار بکنه، اینجا بنشینه، اینجا کمان بکشه، اینطوری رزم رو توصیف بکنه و تمام اینها آمده. یعنی همه در واقع اون جنبه مهارت آموزی قصه گویی رو ما نبایستی فراموش بکنیم. تعریف کردن قصه ممکنه کار هر کسی باشه، هر کسی که از یک حافظه متوسط هم برخوردار باشه وقتی قصه رو در جایی میشنوه یا در جایی میخونه خب با یکی دو بار تمرین میتونه اینو تعریف بکنه. اما هنرمند قصه‌گو و اجرای هنرمندانه قصه به اون قابلیت‌هایی برمیگرده که اون طرف چقدر ازش بهره داشته باشه، اصلا این قصه رو چقدر پرداخت کرده باشه. قصه بایستی پرورش پیدا بکنه. شما میتونید متناسب با ذوق و سلیقه مخاطب خودتون ساختار قصه رو حفظ بکنید اما حوادث فرعی بهش اضافه بکنید. بله. شخصیت های فرعی بهش اضافه بکنید، به اصطلاح دراماتیک ترش کنید. احسن، کاملا بتونید ارتباط برقرار بکنید، چون الان دیگه میگن قصه‌گو و قصه شنو. یکی از تعاریف امروزی قصه گویی میگه قصه گوی هنرمند اونی که با مخاطبش قصه رو به پیش ببره. برای همین هستش که ما در ارزیابی قصه گویی ها به یک فاکتور بسیار مهم به اسم تعامل توجه داریم. بله. که ببینیم این قصه‌گو چقدر تونسته با مخاطب خودش ارتباط برقرار بکنه. این ارتباط از یک ارتباط چشمی شروع میشه که خب بایستی مخاطب رو در چنبره نگاه خودش بگیره، از به ارتباط کلامی ادامه پیدا میکنه، گاهی وقتا حتی این ارتباط حرکتی هم میشه. قصه‌گو گاهی وقتا از مخاطبش میخواد که پیش قصه‌گو بیاد و در جایی از قصه حرکتی رو با قصه‌گو تکرار بکنه. دقیقا این مثلثی که گفتین توی همه آثار هنری الان هست دیگه، اثر،
خالق اثر و مخاطب اثر. این مثلثیه که همیشه باید بررسی بشه. حالا دیگه شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عاطفی در واقع پیرامون این مثلث اصلی اثر، خالق اثر و مخاطبه. خیلی ممنون از توضیحات عالیتون. قورقورک نویسنده علی خانجانی، تصویرگر لادن نیزاری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. من از تندتر معرفی میکنم که وقتمون برسیم. حرف آباد آقای علی خانجانی دوباره کانون در آورده این کتابو. فرهنگ قصه شناسی یلدا به کوشش علی خانجانی، این جلد 16 همه این مجموعه در این در ارتباط با این مجموعه من یک توضیح خدمت رو میگم. این رو هنوز کانون چاپ و منتشر نکرده. عرض کردم محصول در واقع قصه پژوهی 80 نفر، نزدیک به 80 نفر از قصه پژوهانی است که به مدت 4 سال در مرکز پژوهش و ترویج قصه های ایرانی این کار رو انجام دادن. یعنی ما در این مجموعه بیش از 8000 روایت رو جمع آوری کردیم. مجموعه عالیه. مثلا ببینین داستان انگشتر زنهامازون، راوی نوشته شده، خلاصه روایت، منبع یافته های پژوهشی. این داستان هست اسمش بوتول، خلاصه روایت، راوی سرکار خانوم نوشافرین صالحی بودند، منبع یافته های پژوهشی و تفکیک شده هم هست، مثل افسانه های جنوب، بوشه. خیلی مجموعه بزرگیه. اصلا میشه گفت که در زبان فارسی بی نظیر یا کم نظیره که این تلاش بزرگ. امیدوارم هر چه زودتر چاپ و منتشر بشه. در کنار این کار مجموعه رو زیر چاپ من دارم الان تحت عنوان از قصه تا قصه گویی، که در این مجموعه 20 جلدی کاری که من کردم، میخوام ارزش ادبیات داستانیمون رو خدمت شما بگم. ما منبع بسیار بسیار ارزشمندی در فرهنگ خودمون داریم در بخش ادبیات داستانی. من 20 کتاب فقط از این مجموعه رو انتخاب کردم. حالا کتاب مثل اسرار و توحید، قابوسنامه، مرزبان‌نامه، ترجمه فرج بعد از شده، گلستان، بوستان، شاهنامه، معروف‌ترین کتاب ها رو 20 تا رو فقط من انتخاب کردم و از هر کتاب یک حکایت رو استخراج کردم و روش بازنویسی و بازآفرینی این حکایات رو و تبدیل کردن اونها به متن قصه گویی به علاقمندان آموزش دادم. دو کتابش الان آماده در واقع چاپ شده و به زودی بیرون خواهد اومد. و نکته جالبی که من در این شمارش اولیه این حکایات بهش برخوردم، ما نزدیک به 5000 روایت، 5000 حکایت فقط تو این 20 کتاب داریم. فقط تو این 20 کتاب. من سراغ 1001 شب نرفتم، سراغ سمک عیار هنوز نرفتم. فقط تو این 20 کتاب، یعنی مثلا از نظامی ما فقط مخزن الاسرارش رو انتخاب کردیم. تعداد حکایات اینا 4985 حکایت فقط تو این 20 کتاب هست. یعنی اینجوری برای شما بگم که اگر یک مادر از 2 سالگی بخواد برای بچه خودش قصه بگه، تا 16 سالگی میتونه هر شب قصه غیر تکراری بگه. امیدوارم که مادرها از 2 سالگی شروع کنن به قصه گفتن و تا 16 سالگی هر شب برای بچه هاشون قصه بگن، قصه های شیرین نظامی رو بگن، از هفت پیکر، از اسکندرنامه، از خسرو و شیرین، از لیلی و مجنون، از همه این کتب ما قصه بگن و کیف کنن بچه ها. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به یادگار از ما بپذیرید. با کمال میل. بفرمید. خواهش میکنم. خب من با عزتون تندیس ده خدا رو انتخاب میکنم. عالی. چرا علامه ده خدا رو انتخاب کردیم؟ ده خدا شخصیت بسیار بزرگی بوده و دین بزرگی بر گردن فرهنگ این مملکت داره. یعنی تمام فرهنگ دوستان مدیون بزرگواری و شخصیت ده خدا هستند و یک انسانی است که در بحث تحقیق بسیار
منصفانه عمل کرده، به دور از حب و بغض و خدمت بسیار بزرگی کرده و آنطور که ما شنیدیم حتی هیچ مبلغی رو هم برای این کار بزرگ و ارزشمندش دریافت نکرد و شاید تنها مبلغی که دریافت پول کاغذ رو در واقع پول کاغذ کارهاش رو و هنوز هم منبع اصلی ما لغتنامه دل خداست. همچنان هر روز ما بهش مراجعه میکنیم و ازش سود میبریم. بسیار ممنونم. اگه اجازه بدین یه عکسی به یادگار بگیریم تمنا میکنم برای برنامه ما بمونه. افتخاری سره ارادتمندم. 3 2 1 خیلی متشکرم جناب خانجانی. ما آرزومون اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن، بیشتر با هم گفتگو کنن و بیشتر کتاب بخونن. انشالله ما امیدواریم که با قصه گویی در واقع بتونیم این ارتباط کلامی رو در جمع بچه ها ببریم و بچه ها رو توانا بکنیم در بیان خواسته هاشون، در بیان احساساتشون و اینکه در ارتباط اجتماعی موفق باشن. حتما. خیلی خیلی متشکرم. بی نهایت ممنونم. ممنونم از محبت شما. خداحافظ شما. آقای فرستادی سلام. سلام بر شما. ارادتمندم. توی این برنامه درباره چی قرار صحبت کنیم؟ عرصات که درباره ادبیات چی کار میتونه بکنه، چی کار نمیتونه بکنه و رابطهش با واقعیت. خب این خیلی مهمه که ادبیات چه میتواند بکند و چه نمیتواند بکند و واقعیت و چه ارتباطی با جهان داره و با واقعیت. بکنم خیلی شنیدنی باشه. امیدوارم که در بیاد. عرض شد که من با یه نقل قول من از این کتاب وظیفه ادبیات، مجموعه مقالاتی از آدم های درست حسابی، ترجمه و تدوین آقای نجفی بزرگ ابوالحسن. میشه نشون بدم کتابو به بیننده ها؟ وظیفه ادبیات، مجموعه مقالاتی از آدم های بزرگ مثل آلن روبگریه، ایلیا ارنبرگ، برنار پنگو یا پنگو نمیدونم، ژان پل سارتر و تدوین و ترجمه از ابوالحسن نجفی. آقای فرستاد اجازه بدین یه ذره اول درباره آقای نجفی که خیلی آدم مهم و بزرگی هستن صحبت بکنیم. آقای نجفی اصلا از اون آدم‌های نادر روزگارن به خاطر اینکه خیلی ها شاید نشناسنشون، عکس هم حتی ازشون کمه، ولی تأثیری که گذاشتن عجیب و عجیب و غریب و شگرف بوده و توی حوزه‌های مختلف، ترجمه، تألیف، معرفی نویسنده های بزرگی. مثلا سارتر رو در واقع کارای آقای نجفیه که معرفی میکنه، آقای نجفیه و آقای رحیمی، مصطفی رحیمی و آقای رحیمی. بعد عرضم به حضورتون مثلا نمایش نامه های سارتر رو هنوز ترجمه ها خواندنیه، گوشه نشینان آلتونا، شیطان و خدا. عرضم به حضورتون که توی ویراستاری، کاری که در مرکز نشر دانشگاهی کردن، کتاب غلط ننویسیم که هنوز منبع و مرجع، ترجمه رمان 4 جلدی خانواده تیبوی روژه مارتن دوگار و یکی از مهمترین کارا اینه که یکی از پایه‌های ادبیات معاصر ایران حلقه اصفهانه و حلقه اصفهان به نوعی دور آقای ابوالحسن نجفی جمع شده بودن، یعنی کل جنگ اصفهان که آدمای قولی هم توش بودن همه تأثیر گرفته و متأثر از آقای نجفی هن که وقتی از فرانسه برمیگردن با یه دانش عجیب غریبی میان و برای همه شاگرداشون تو اصفهان تدریس میکردن و شاگردای استثنایی در واقع آموزش میدن و تأثیری که همیشه به عنوان یک استاد انگار علاقه هم نداشتن که خیلی دیده بشن، خیلی معرفی بشن، نه مصاحبه نه عکسی، ولی تأثیرشون روی همه بوده و هنوز هم هست. همونطوری که گفتی، من یه جمله شاید اضافه کنم. من اصلا شخصا با ترجمه های آقای نجفی وارد ادبیات شدم از دوره دبیرستان و با آدم به شدت مؤمن به کار و بسیار فروتن، هنوز همینطورن. یعنی از اولین آثار تا اونجایی که من تعقیب کردم
جزو آدم های منحصر به فرده و فکر میکنم همه بهش مدیونی. و یک سلام دیگه از دنیای زندگان به ایشون که ایشون زنده است. بله، ایشون فکر میکنم همیشه برای ما زنده. بفرمایید. چقدر خوب که یه یادی هم از استاد ابوالحسن نجفی شد. یه تیکه پشت کتابه، نه اینو میخونم بعد وارد بحث میشه. هر کس حس میکند که نویسنده و به ویژه رمان نویس مسئول است، زیرا اگر هم به عقاید او کاری نداشته باشیم، صرف انتخاب واژه‌ها و ترتیب و تنظیم جمله‌ها به خودی خود حکایت از جهانبینی و تعهد او می‌کند. اما مسئول در برابر که؟ در برابر خودش یا اثرش یا خوانندگانش. سه تا مهمه. نوشتن یعنی چیزی را به کسی گفتن. این چیز در رمان همان واقعیت است. اما واقعیت چیست؟ و چون گفته یا نوشته شود به چه صورت در می آید؟ جهان چون از رهگذر واژه‌ها به صورت داستان یا شعر در آید، دیگر این همان جهان نیست که می بینیم، بلکه هم این جهان است هم جهان دیگر، یا همین جهان است که از جای خود به در آمده، معلق مانده و مورد سوال قرار گرفته. ادبیات جهان را تغییر نمیدهد. من یه پرانتز بیام، تغییر میدهد. اما درست میگه، ادبیات جهان را تغییر نمیدهد، بلکه آن را استیضاح و مؤاخذه میکند و از این راه گذر مقدمات تغییر را فراهم میسازد. فوق العاده است. اگر قرار باشه ادبیات جهان رو تغییر نده و تفسیر جهان باشه، پس چه نقشی داره تفسیر جهان؟ که هر کسی خودش میتونه تفسیر کنه و اندازه تجربهش و نگاهش به جهان. ادبیات و هنر در جهت تفسیر جهان نیست، در جهت تغییر جهانه. این تغییر به نظر میرسه که تو عمل نیست. پس کجاست؟ این تغییر در روح ماست، در تغییر ما، در نگاه به جهانه، در ارتباط و دور شدن از جهانه و باز دوباره نزدیک شدن به جهان. اجازه بدید قبل از که این بحث رو بیشتر باز کنیم، باز من یه تکه هایی از آدم های اساسی اینجا برم. خانم سیمون دوبوار، همه میشناسید. راجع به واقعیت و ادبیات ببینیم چی میگه. نویسنده و فیلسوف فرانسوی و در واقع نزدیکترین یار ژان پل سارتر تا آخر، تا به آخر، بله. و متمایل و طرفدار اگزیستانسیالیسم سارتری. واقعیت امر ثابتی نیست، امری است متحرک و متحول. دنیای واقع چنان که گفتم چرخش تجارب فردی یکایک انسان هاست که در هم می رود، با هم می آمیزد و در این حال از هم جدا می ماند. پس محال است که نویسندهی بتواند واقعیت دنیای خارج را به شکل تصویر ثابت و تمام شده درآورد و آن را در تمامیتش به ما نشان دهد. هر یک از ما وقتی می توانیم لحظه ای از آن را دریابیم، یعنی حقیقتی جزئی را، و حقیقتی جزئی فقط وقتی فریب و تحمیق است که حقیقتی کلی بنماید. اما اگر آنچه هست بنماید، در این صورت حقیقت است و بر ذخیره معنوی کسی که آن را دریابد می‌افزاید. چقدر جالبه که
برای من یادآور این جمله است. ببینین با قرنها فاصله و دو تا فرهنگ مختلف، دو تا متفکر انگار دارن یه حرف میزنن. یاد اون جمله میفتم که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزادند. واقعیت پیش شما نیست، حقیقت و دانش پیش من نیست، پیش دیگری نیست. این مجموعه است که مجموعه رو میسازه، مجموعه که تازه هنوز در راهن از گذشتگان، حال و آینده. و هر کسی که فکر کنه واقعیت و حقیقت پیش خودشه داره اشتباه میکنه، چون که خیلی شعاهای زیادی داره نور واقعیت. دارم درست میگم؟ یعنی هر کسی ذره ای از واقعیت رو تو دور خودش میتونه بندازه و به اندازه اون ذره به حقیقت دست پیدا کنه. اگر فکر کنه که به چیزی که دست پیدا کردنه دست پیدا کردنی نیست، دست پیدا کرده به کل باطله. حقیقت کلی رو ما نمیتونیم بهش برسیم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یه بار دیگه جمله اول رو لطفاً میخونی، چون خیلی خیلی جمله مهمیه، همین کلید کل بحثه، همون جمله اولی که خوندین. واقعیت بله. واقعیت امر ثابتی نیست، امر است متحرک و متحول. اگه یادمون باشه که واقعیت امر ثابتی نیست، من فکر کنم مثلا تو زندگیمون یه ذره بیشتر اهل مدارا و تحمل و نگاه دوباره میشیم و اینو درک میکنیم که همه چیز در حال حرکت و تحوله. بله. ما هم دیگه آدم یک لحظه قبل نیست. اون جمله معروفه اگر اشتباه نکنم هراکلیت. بله. که یه آدم دوبار در یه رودخونه شنا نمیکنه، چون هم رودخونه در حال تغییره مدام و هم من در حال تغییرم، من مواجه با آخه بعضی اصرار دارن که یک حرفی رو حتما 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 الالعبد بمونن سر اون حرف، در صورتی که اگر زمانه عوض شده، اگر شرایط تغییر کرده و اگر دلایلی که اون حرف رو زدیم تغییر کرده، پس اون حرف میتونه عوض میشه. خب حالا اگر اون حرف عوض نشه، من با حرف مشکل ندارم که بخواد بمونه سرش. نه، اگر شرایط همونه میتونه بمونه. نه، شرایط که هیچ وقت سروش درست میگی، شرایط که هیچ وقت همون نیست، رودخونه همون رودخونه نیست. اما بعضی از حرفا مال توه و اصولیه و ادامه داره. بله. یعنی الان 30 ساله، 20 ساله، 50 ساله. بله. داره باید کار میکنه. بله. اما تکرارش امروزیه، امروز باید اونو تکرار کرد و مماس با امروز باید تکرارش کرد. دقیقاً. من نمیگم آدم باید دائم هر روز و هر روز حرفاش عوض بشه. یه سری حرفا هست که آدم همیشه داره، برای اینکه تکرارش مماس بر امروز هم جواب میده. یه سری حرفا هست که دیگه تکرارش مماس بر امروز دیگه کهنه شده یا منسوخ شده، حرف نوعی میطلبه. حرف نو اما از دل حرف کهن در میاد. قطعاً همین. این خیلی مهمه. قطعاً. چون بعضی فکر میکنن آقا ما چقدر مدرنیم، هر روز یه چیز جدید میگیم. این که شوخی میکنن با خودشون. بله. کاملاً با خودشون شوخی میکنن. بله. که نو از دل کهنه در میاد. یه چیزی که الان به ذهنم اومد اینه که پیکاسو به عنوان کسی که حالا میشناسنش، همه آدمای زیادی بودن که نقاشی مدرن، نقاشی نوین، نقاشی جدید رو اومدن و گام به گام آوردنش جلو، ولی حالا کسی که خیلی پررنگ شده پیکاسوه. پیکاسوی که اومده کوبیسم کار کرده، اگر ما بریم به نقاشی های 16-17 سالگیش نگاه کنیم، میبینیم نشسته و دونه دونه کارهای رامبراند رو کپی کرده، خیلی هاشو با همون سایه روشنها، یعنی تکنیک رو میشناخته، اونو بهش مسلط شده و اومده جلو، نه اینکه با نفی کامل گذشته و بدون اینکه هیچ اشرافی داشته باشه خلق و سایه چیز رو ساخته باشه. یک کوچولو جمله اضافه کنم. حتما. هیچ نفی
از گذشته راست نیست، بلکه دوباره دیدن اون و از دل اون عناصر تازه و نو رو پیدا کردن و جلا دادن یا خود اون عنصر کهن رو دوباره بازآفرینی می‌کردن به امروز. اونایی که فکر می‌کنن تاریخ منقطعه، هی مدام کات میشه، هی مدام دوباره برمیخیزه، به کل غیر تاریخی هن. یا اونایی که فکر میکنن تاریخ خطیه، از اول بوده تو الان بوده چی؟ هر دو اشتباهه. تاریخ هم ادامه داره، هم گاهی تغییر کات میشه، اما از این ادامه است که کات میشه. پس ما یعنی دیالکتیکه ادامه، تاریخیت تا اکنونیت، دیالکتیکش خیلی اساسیه. درک این دیالکتیک کجا تاریخ ادامه پیدا میکنه؟ همه جا. کجا تاریخ کات میده تو اون ادامه و کجا تاریخ همچنان جلو میره؟ و این جلو رفتنش اصلا به معنی جلو رفتن خطی نیست. دقیقا. پس ما باید بریم جلو، ولی بر شانه پدرانمون و با احترام به اون شانه ها. درود بر تو. من بدون اون پشت نمیشه، قطعا نمیشه. صدای من در نمیاد، یه استراحت بدیم که من یه چای داغ بخورم، بلکه این صدا باز شه و دوباره ادامه بدیم. حتما. خیلی ممنون. زندگی رسم خوشایند نیست. صدای من بهتر شد به نظرتون؟ و فکر کنم مال آلودگی هوا باشه. و مال یه سرماخوردگی کوچیکی که مونده. مال من که اینطوریه. ولی چیزه، فکر کنم آلودگی هوای واقعا رو تارای صوتی تاثیر میده. من بفهمین. ببخشین. دوباره ادامه میده. سابقا از جهانبینی سخن میگفتن. این اصطلاحی است ایدئالیستی و تخیلی و به همین سبب مخل و نابجا. جهان بینی. چرا؟ الان بله. گویی رابطه ی انسان با جهان انعکاس جهان است در شعور انسان. صرفا دیدن جهان است از این یا آن زاویه. اما اگر به جای جهان بینی از موقعیت سخن بگوییم، آن وقت می توانیم مسئله فردیت جهان را مطرح کنیم. جهانی که به فرد نویسنده عرضه می شود و فرد نویسنده آن را به ما عرضه می کند. نویسنده مسلماً دنیا را آنگونه که در بر می گیرد نشانمان می دهد، آنگونه که آن را خلاصه می کند، یعنی دنیای خود را. باطنان چندان اهمیت ندارد که نویسنده بپندارد که واقعیت فی نفس را به ما عرضه می کند، یا آنکه هوشیارتر باشد و بداند که نسبت به جهان در موقعیت است و آنگاه دنیا را آنگونه به ما عرضه کند که به او عرضه می شود. من چیزی رو که فهمیدم بگم، شما ببینید درست فهمیدم یا نه. سیمون دوبوار اینجا داره میگه که جهان بینی مهم نیست و فردیت نویسنده است که مهمه، چون هر کدوم ما یک تن واحدی هستیم با استقلالی که باید ببینیم در جهان و موقعیتی که نسبت به جهان داریم چی فکر میکنیم و اونو بنویسیم. ولی جهان بینی مگه میشه مهم نباشه؟ هر آدمی در واقع با چارچوبای فکریش با جهان بینیش مهمه، ولی وقتی که داره می نویسه نباید درگیر این که من مال این مکتب فکریم، من میخوام این نحله اندیشه رو حتما، یعنی
حزبی اسمی ننویسه، با فردیت خودش بنویسه، ولی هر فردیتی به هر حال داره از جهان بینی نشأت میگیره، بخوایم یا نخوایم. این مسئله هم سخت هم دولانیه. من فقط یکی دو جاشو یه خراشی بردارم. یک، هر کسی فردیت نداره ها. خب یعنی هر کسی اگر فکر کنه به فردیت رسیده خیلی خودشو فرید داره. درسته. برای رسیدن و گرفتن فردیت خیلی باید کار کرد. کار همکار ناخودآگاهه، همکار خودآگاهه و تجربه زندگی. کاملا درست. تجربه بودن در جمع، تجربه بودن با خود، خلوت. کاملا درست. این تجربه ها وقتی با خیلی چیزهای دیگه تکمیل بشن، متحد بشن، ما رو آرام آرام به فردیت میرسونن. چیزی که حالا دوبار میگه و خیلی تازه است به نظرم، فردیت جهانه. یعنی غیر از فردیت ما، من و تو، جهان هم فردیت داره. یه توضیح میدین؟ آره. اگر جهان بی فردیت باشه، یعنی اگر جهان یک زنده نباشه که هست، دو منجمد باشه، متجسد شده باشه، که دیگه جهان نیست. جهان مدام در سیلانه، مدام در تحوله. این تحوله به معنی اینه که جهان به طور مستقل هم فردیت داره. جهان اگر فردیت نداشته باشه نمیتونه فردیت رو به ما نزدیک کنه. این پیوندی رو که ما با جهان برقرار میکنیم، با یه پدیده زنده در حال حرکت برقرار میکنیم که فردیت داره و از فردیت اون احیانا به خود اون اضافه میکنه. اگر اون موجودی بی فردیت باشه نمیتونه چیزی از فردیت به ما بده، و اگر اون اتونوم و مستقل نباشه، یعنی خود بسنده نباشه و در حال حرکت، همش وابسته به ما باشه یا وابسته به چیزهای دیگه، این جهان نمیتونه چیزی ما بده. اما این بودنه، این حضوره با فردیت جهانه که حالا یه چیزهایی از خودش رو به ما میده. داستایفسکی جمله عجیبی داره، فکر میکنم جاهای مختلف، حالا شاید تو برنامه تو هم تو من راجبش حرف زدن، حرف که احیانا داستایفسکی میگه که واقعیت اگر هنر نبود ما رو خفه میکرد. اینو ممکنه خیلی ها خوششون میاد از این جمله، اما جمله ادامه داره. ادامهش اینه که هیچ هنرمندی تاب واقعیت رو نداره. اگر هنر نبود واقعیت ما رو خفه میکرد. این دو سر یک تضاده. یعنی اگر هر قسمتی رو بگیرین، قسمت دوم رو بگیرین، واقعیت تسلیم واقعیت شدنه. قسمت اول رو بگیریم، کندن از واقعیت و پناه به جای دیگه است. فکر میکنم همین یه جمله داستایفسکی میتونه یه برنامه ما باشه. اگر هنر نبود واقعیت ما رو خفه میکرد. حتما همینطوره. یعنی نمیدونم الان میتونیم شروعش کنیم؟ این برنامه متاسفانه وقتش تموم شده، بذاریم برای برنامه های بعدی. و حالا که اسم سیمون دوبوار اومد، این فیلسوف و نظریه پرداز و رمان نویس، اگه موافقین دوتا از کتاباشم که داستانه و خیلی هم خوشخانه به خواننده ها معرفی بکنیم. کتاب همه میمیرند با ترجمه بسیار عالی آقای مهدی صحابی و کتاب وانهاده که بسیار 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 داستان پرکششیه. آدمی اینقدر اندیشه ورز، قطعا رمانهاش و داستانهاش خوندنیه. و خاطراتش سروش. خاطراتش که بی نظیره. چند جلد خاطرات که چقدر به دردمون. خاطرات 5-6 جلده، 6 جلدیه سیمون دوبوار، واقعا خوندنیه. و در واقع اون مقطع فرانسه رو با تمام بزرگانش و تمام اندیشه‌هایی که هست، یعنی کامو تو خاطرات هست،
سارت هست، مرلوپونتی هست، آدم ها رو دارین از نزدیک تجربه میکنین زندگی روزمره شونو و بسیاری آدم های دیگه، نمایشنامه هایی که اون موقع اجرا شده، نوشته شده، خلوت این نویسنده ها، نظریه پردازا، بسیار مجموعه خواندنیه. خیلی ممنون. پاریس و پاریس از نگاه اون بله منحصر به فردی.